دوستانی که امشب مهمون من هستن لطفاً به من ریکوست بدن. آریانا، مرسا و شمیم عزیز لطفاً به من ریکوست بدین. مرسی. من باز هم عذرخواهی میکنم به خاطرت یه تاخیر کوچولو، باز هم مشکل اینترنت. بچه ها لطفاً به من ریکوست بدین که من بیارمتون توی لایو. آریانا، مرسا و آریانا به من ریکوست بده. مرسا شام همینطور، شمیم هم همینطور. خب سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی، ممنون. صدای منو داری؟ بله. اوکی همه چی؟ بله اوکی. من با اینترنت خونه وصل نشدم، الان با اینترنت خطم. واقعا تنها که دارم عذاب میده اینترنته. سلام عزیزم، شمیم عزیز، خوبی؟ قربون شما، مرسی. مرسا کجاست؟ الان میاد. رفته مرسا هم واقعا جالب اینه که اینترنتش یکم مشکل داشت، رفته آره اوکی کنه که بیاد. نمیدونم شبا، نمیدونم چه جوریه که اینترنت همینطوره، خط هم اینترنت در واقع وای فای کلا همه چی به هم میریزه. مرسا مشکل اینترنت الان شما کوچولو. آره آریانا هم یکم واسه من صداش بده خود. آره حالا یه جوری امشب میسازیم دیگه. مرسا کجاست؟ مرسا میخواین یه دور شما پیداش کنین واسه اش ریکوست بدین؟ بذار من ریکوست بدم. باش مرسا ریکوست بدم. مرسا اومدی؟ سلام. سیاهی، سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی، ممنون. ببخشید. خیلی خوب. میگن آریانا قطع و وصل میشه، من میترسم بگم بره دوباره بیاد، میترسم دیگه نیاد. همچنین مشکل ما داریم، میخوایم هیچکی نره. آریانا من الان تصویرم خوبه یا قطع و وصل؟ آره. آره. بهتر از همه شمیمه. شمیم همیشه. آریانا صدای ما رو داری؟ بله داری. خب باز سه نفر شدی و باز من نمیتونم کامنت ها رو ببندم. نمیدونم این داستانیه، به خاطر نمی ازتون میخوام که کلن حواستون به من باشه. یه حواستون به من باشه. یکی ساعت رو اعلام کنه. هشت و سه. خیلی خوبه. خب بچه ها، من قبل از این که برنامه رو شروع کنم یه توضیحی راجع به فعالیت های MR بسکتبال بهتون بدم. این که تا الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم، MR بسکتبال 42 کلینیک مربیگری و داوری برگزار کرده با حضور مدرسین ایرانی، اروپایی و آمریکایی. و این هایلایت هایی که میبینید که یکی از دوستانم رفت که این هایلایت هایی که شما میبینید
در واقع هایلایت های همین کلینیک هایی که برگزار شده. و اینکه MR بسکتبال به غیر از اینکه این کلینیک رو برگزار میکنه، کمپ هایی هم برای داورا، بازیکن ها و مربی عزیز برگزار میکنه. من دوباره بیارم، کدومتون بودی؟ مرسا. مرسا میرشکار. مرسا. لباساتون هم شبیه همه. من خودم گفتم شبیه هم بپوشید. مرسی که یه دست هستین بچه ها. خب بیاد مرسا. خلاصه این که داشتم توضیحات راجع به MR بسکتبال بهتون میدادم، این که MR بسکتبال برای اولین بار در سوئد از سالن کلینیک رو به صورت آنلاین پخش کرد در سراسر جهان که فیلمش رو میتونید از یوتیوب ببینید. خانم پیا الان هم باز نمیتونم کامنت ها رو ببندم و این یه باگی حالا یا برای اینستاگرام منه یا هرچی هست. مرسا کجاست؟ چرا نمیاد؟ مرسا فکر کنم مرسا میتونی به من پیام بدی. الان زد که برای من مرسا نمیتونه بیاد. دوباره من مرسا بهت ریکوست میدم. بچه ها شما الان با اینترنت خطین یا وای فای چجوریه؟ من که با وای فای اومدم، حالا شمیمو نمیدونم. شم شما با وای فای اومدی؟ من وای فای. من وای فای همیشه کار نکرد. الان تصویر من اوکیه؟ همه چی؟ آره صدا. راستش من صدای کم عقب میاد، نمیدونم مشکل از نت منه یا شما، اینو نمیدونم. مشکل بچه ها اینترنته، نمیدونم. خیلی خب تا مرسا میاد ما شروع کنیم. امشب ما سه تا مهمون از رشت داریم، بچه های رشت هستن. و اینکه امشب شب چهارم لایو ام آر بسکتبال هست. روزهای فرد من در خدمتتون هستم، روزهای زوج هم همکار خانم پیاهو. خب تا مرسا بیاد من برم سراغ سوالا. کدومتون بزرگتری؟ من. شما. مرسا باز زد که نمیتونه بیاد. خب شما بزرگترین بود چه سالی هستی؟ من 83، در واقع 23 83. اومدی من خیلی اینترنت قطع واسه میشد دیگه با نت خودم. ببخشید منم اینترنت خودم. خب حالا که مهرسا اومد من دوباره توضیح بدم، ما امشب سه تا مهمون داریم از رشت، از شهر خوب رشت. و اینکه داشتن میگفتن که کدوم ما بزرگترن، که شما گفتی که آریانا دیگه، آریانا بزرگتر درسته؟ الان مهرسا از ما بزرگتر. خب مهرسا تو شروع کن. سلام به شما و همه کسایی که دارن لایو تماشا میکنن. من مهرسا میرشکارم. 5 ساله که بسکتبال رو شروع کردم پیش خانم روشن. بله، از آکادمی هایپر. قبل از بسکتبال خب رشته ورزشی زیادی کار کردم، فوتسال، شنا. واسه فوتسال و شنا منتخب استان شدم، ولی خب وقتی که با بسکتبال آشنا شدم رشته حرفه ورزشیمو سعی کردم که بسکتبال انتخاب کنم به خاطر یه سری دلایل. بعد اینکه مثلا شنا رو خیلی ادامه داده بودم و به یه جای خوبی داشتم میرسیدم، ولی شنا اینجوری بودش که تو کلن هر جلسه که میمدی سر تمرین یه چیز تکراری رو باید میرفتی، یا باید 10 دور کرال پشت میرفتی، قورباغه میرفتی و پروانه میرفتی و یه چیز خسته کننده ای بود واسم. وقتی با بسکتبال آشنا شدم و این همه تنوع تو حرکات و دریبلینگش، انواع شوت، انواع حرکت رو آشنا شدم، واقعا جذب بسکتبال شدم و الان 5 سال هست به طور حرفه‌ای دارم ادامه میدم.
خب به هر حال بسکتبال ورزش گروهی هم هست. بله دقیقا. دفتون میچسبه دیگه تا ورزش انفرادی. مخصوصا با بچه شمیم رفت درسته؟ آره. بچه 40 دقیقه. شمیم، شمیم جان من بیارمت. شمیم به ریکوست دادم. خب شما بگو آریانه عزیز. والا من خب یکی از کسایی که خیلی در واقع مشوق من شد، یعنی من یه جورایی میشه گفت از اون یاد گرفتم که حالا بسکتبال رو شروع کنم، دختر داییم بود. چون همیشه حالا تهران که میرفتیم پیشش یه توپ بسکتی تو اتاقش بود و من با اون بازی میکردم و خب این خیلی برای من انگیزه میشد و خودم خیلی علاقه داشتم از بچگی به بسکتبال و تو همون سن کم شروع کردم، اما خب خیلی جدی دنبال نمی کردم بسکتو و حالا به خاطر شرطی که داشتم، یعنی خیلی تابستونا خیلی بیشتر می رفتم تا توی طول مدرسه. ولی خب الان خدا رو شکر نزدیک 3-4 سالی هست که دارم حرفه‌ای، یعنی سعی می‌کنم که حرفه‌ای دنبال کنم و خب زیر نظر خانم روشن دارم بسکتبال حرفه‌ای در واقع ادامه میدم و واقعا خیلی خوشحالم که تو تیم هستم. بله شما همه شاگردای خانم روشن عزیز هستین. خب بریم سراغ شمیم تا قطع نشده. شمیم هستی؟ شمیم مونده همینطوری. بچه تصویر من اوکی دیگه، اگه اوکی نبود به هم داره بر شما اوکی. خیلی خوب هستی شمیم؟ هستی شمیم؟ صدای منو داری شمیم؟ نمیشنوه صدا رو؟ نمیدونم. خب بگو دیگه. 3 سال صدا دارم کنم. چی شد که شما بسکتبال رو انتخاب کردی؟ آره عزیزم چی شد که بسکتبال شمیم انتخاب کردی؟ الان صدای من داریم؟ بچه شمیم هی میره میاد. شمیم کنسل کن دوباره من بیارمت، چون اصلا صدای من رو شما نداری. یعنی نصف این لایوا متاسفانه داره به این موضوع میگذره. تا شمیم اوکی بشه من سوالا رو از شماها بپرسم. و اینکه کلاس چندمی؟ من 11 هم. من هر دو. شما همطور؟ بله. کلن بیشتر بسکتبال رو دنبال میکنین یا درساتون رو ترجیح میدین بخونین یا جفتش رو هندل میکنین با هم دیگه؟ چطوریه؟ من شروع کنم آیا نه؟ بگو شما بزرگتری بفهم. خب راستش اول که شیشون بودیم زیاد تو باغ درس خوندن و این چیزا به این شدت الان نبودیم. بالاخره ما 1 سال دیگه کنکور داریم و این قضیه هم واسه خودمون مهمه هم واسه خانواده. هرچی به این کنکور نزدیکتر میشه فشار از طرف خانواده زیادتر میشه که اصلا بسکتبال رو ذره کمترش کن، تمرینو کم برو، فلان و هر چیز دیگه از این داستانا. ولی من خودم یه مدت خیلی درگیر این بودم که واقعا مثلا کنکورمه بعد چی کار بکنم. بعد خیلی خانم روشن سر این قضیه به من کمک کردم، واقعا واقعا مشاوره خیلی خوبی به من میدادن هر دفعه که سر این قضیه حالم بد میشد. ما بالاخره سن ما الان 17 سالمونه و تو نقطه اوجیم دیگه، واقعا الان باید بدرخشیم. اگه تمرین ها کم بشه 100% موفقیت کمتری نصیبمون میشه در آینده. من دارم سعی میکنم که هم درس و کنار بسکتبال با هم دیگه پیش ببرم و مدرسه هم با اینکه خیلی سختگیر و امتحانات و اینا زیاد داریم، ولی واقعا سعی میکنم یه جوری با هم دیگه هندلش بکنم. یعنی شده صبح زود بلنشم درس ها رو بخونم که به تمرین برسم. اینجوری آفرین چه انگیزه ای. بله شمیم میگه من وشمی من اوورد بذار
خب چه خوب که درست هم داری. چه رشته ای هستی؟ من ریاضیم. ریاضی. ریاضی. برگرده. خب. حساب دیفرانسیل دیگه عالی. بله. خب آریانا شما بگو. منم مثل مرسا، یعنی خب هم واقعا هم بسکت رو دوست دارم و هم برام مهمه که بتونم درس و در کنارش ادامه بدم و خب از طریق درسم یعنی بتونم مدرکم خوب بگیرم و نمره های بالا، و اینکه خب طبیعتا همطور که مرسا گفت ما سال دیگه کنکور داریم، اما خب این دلیل نمیشه که ما به بسکت اهمیت ندیم یا سر تمرینامون نیاییم و سعی میکنیم که جفتش رو با هم هندل کنیم به قول معروف. و خب این در واقع شرط کل تیم هم هست یه جورایی، یعنی همون به حال یه دستایی داریم و سخت هم هست، ولی خب همون واقعا به بسکت علاقه داریم و نمیتونیم ازش جدا بشیم، بنابراین سعی میکنیم که جفتش رو در کنار هم نگه داریم. چه خوب. خب شمین جان شما رفتی؟ ما دو تا سوال کردیم. سوال اول این بود که چی شد اومدی اصلا توی بسکتبال؟ چی شد که بسکتبالیست شدی؟ من از اونجوری داداشم خیلی خانواده کلن حمایتی های داشتم و داداشم خیلی سال بود که بسکتبال بازی میکرد، بکنم اونم یه هولی بود که من شروع کنم و خدا رو شکر دونم که به صورت حرفه‌ای 3 ساله که پیش خان روشن کار میکنم با سفت خال من. خب سوال بعدیمونم این بود که چجوری درس رو اصلا نگفتی که چند تا میشه؟ نهم. چجوری هم درس تو میخونی هم به بسکتبالت میرسی، یا اصلا درس رو میخونی یا فقط نمره قبولیه رو بیاری؟ چجوریه؟ راستش اینجوریه که کلن واسه من خیلی ورزش اولویت داره نسبت به درسم خیلی، و خانواده هم خدا شکر دیگه با این موضوع کنار اومدنش بیشتر تب امتحانیم دیگه، هممون مثلا یه شب تا صبح همه رو جبران میکنیم. یه نمره احتمالا برادرت راه و برات باز کرده دیگه چون میگی بسکتبال. اصلا خیلی برادرم هم از اونجایی که مامانم خیلی حمایتش کردن خیلی دل من قرصه که خانوادم پشت من و هستن دیگه. چه خوب. بچه شما تو چه رده های کلن بازی کردین؟ ما تو لیگ استان و قهرمان کشوری. خب ستاتون با هم بودین؟ آره ستان با هم بود. راستش من از یکترم هر دو یعنی یه سال اینا بدون منن، بعد من سال بعد بهشون میپیوندم. چون شمیم کوچیک‌تره به خاطر همین یه وقتی میفته. آره گفت نهم هم متوجه شدم شما 11 هم. خب پس دارین دو تاشو یه جوری هندل می‌کنی به غیر حساب شمین که یکم بسکتبال رو در بهش بها میده. به غیر از بسکتبال کار دیگه هم می‌کنید؟ موسیقی، نقاشی؟ من بیشتر نقاشی میکنم. آفرین. موسیقی ولی کنار گذاشتم حدود 4 سالیه متاسفانه. موسیقی هم کار میکردی؟ بله به خاطر اینکه شیشم آزمون تیسوشان داشتم و میخواستم 100% قبول شدم و خدا رو شکر قبول شدم، مجبور شدم خیلی کمتر به ساز بها بدم و متاسفانه کلن کنار گذاشته شد سنتورم. الله بینده ایشالله قبول شدی کنکورتو دوباره همونو شروع میکنی چون موسیقی خیلی مهمه، ولی باری که علاقه فعالی. خب آریانا شما چی؟ منم هم همینطور، منم هم نقاشی و خب یعنی کلاسینا زیاد نرفتم ولی خب چون روش کار کردم و بچگی اینو یکم میشه گفت حرفه اینا هست، ولی در واقع تا چند سال پیشم تو دوران مدرسه یه سری داستان کوتاه می نوشتم، ولی خب الان دیگه زیاد به خاطر شرط درس و کم بوده وقت دیگه آره یه کوچولو میشه یکم بیشتر توضیح بده؟ من خودم واقعا علاقه دارم بدونم داستان کوتاه مثلا روش بسکتبال بوده. در واقع یه سری مجموعه ها بود چون من خب معلم ادبیاتم خیلی من تشویق کرد چون به من گفت که حالا قلمت خیلی خوب و اینطوری تعریف میکردم، منم خیلی مشتاقانه یعنی در واقع خیلی مشتاق شدم که برم حالا دنبال این داستان و شروع کردم کم کم به نوشتن،
و حالا هر سری خب موضوعان فرق میکرد. اتفاقا یه بارم در مورد خود کوبی برایان نوشته بودم که حالا دارم سعی میکنم که حالا جمع جمع یعنی دیگه کم کم اینا رو جمع کنم و جمع بشه و حالا ببینیم دیگه به کجا میرسه. شاید یه جا قبل از فوت کوبی نوشتی؟ بله قبلش؟ آخه ای بابا چقدر خوب که انقدر فعالین بچه، عالیه. شما چی؟ شمیم اگر تصویرش خب من مثل دور از سوال بعدی بپرسم تا شمیم بابا. شمیم هستی؟ شمیم من سوال بعدی رو میپرسم. خیلی میره میاد. شمیم اگه قطع و بس میشی دوباره برو. من متاسفم الان داری صدامون؟ آره. خب تو چی به غیر از بسکتبال کارهای دیگه هم انجام میدی؟ تو من سوال هم میپرسم میچرخه لودینگ میزنه. خب بذار من بپرسم سوالمو. بچه ها قدتون چنده؟ من 1.66. 1.66 چه پستی؟ پوینت گارد. شما چی؟ شما فکر کنم سنس دیگه. بله 1.76. 1.76. 1.76؟ بله 1.76 گفت؟ بله. پستش چی؟ پستت چی؟ معمولا حالا همون سنتر حالا 5-4 اینا باییم و اکثر هم 5. بعد تو این پست کدوم بازیکن در واقع الگوتونه؟ حالا چه تو خانه چه تو آقایون؟ من شمیمو دوباره بیارم. واقعا من خانم سعیدیو خیلی قبول دارم. خیلی واقعا بازی مورد علاقه و محبوب من هستن و جدا از این خیلی هم از خانم کیمیا یزدانیان خوشم میاد. خیلی واقعا بشون. از کیمیا؟ بله کیمیا تهرانی. خب شما لباس چنده؟ من سلام. یعنی من دو تا سوالو میپرسم کیمیا. میگم سوالا به اینترنت فشار میاره. تو سوال میشه میگم اینترنت میشه. من تا میگم دوتا میپرسم تو میری. آره بچه ها جواب بدم بعد به تو هم میری. من قبلی یادم باشه که چی پرسیدم. من یادمه چی پرسیدم. مرسی. خب میگفتی شماره لباس ازت پرسیدم. سی چی؟ شماره سی. صدا نمیاد. شماره چند؟ شماره سی. آها. خب چرا سی؟ تو اول که اومده بودم بسکتبال و اینا خیلی اشتیاق داشتن که ببینم فیلم های بسکتبال و هم موقع استفن کری رو دیدم و واقعا از بازیشون خوشم اومد. ایشون واقعا یه اسطوره. عجب. خب از آقایونم بگو که کدوم بازیکن رو در واقع بازیش دوست داری و حالا الگوی خودت قرار میدی. هستی؟ حالا ارسا پرسیدم که آقایون چی؟ کدوم بازیکن رو در واقع بازیش رو قبول داری و آقایون ایرانی؟ حامد حدد. خب شما چی آریانا؟ منم خب بین میشم. آره قط میشه بچه ها میشن. قط بشین یعنی برین دوباره بیاین. هر کدوم تو کنید. آریانا تو خوبی از همون اول تیرو تار بودی ولی هستی. خب میگفتی آریانا؟ خب من بین خانما خودم سبک بازی سعید علیو واقعا خیلی دوست دارم.
و بین آقایون حالا بازیکنی که حالا بخوام خیلی دنبال کنم از نظر حالا حرکت‌های پستی، حامد حدادی و آرون گرامی پور توی ایران، آرون گرامی و پور. بله و سعد نیک، خب بهرامی و ارسلان کاظمی هم خیلی سبک بازیشون رو دوست دارم. ولی خب حالا بخوام از خارج از کشور بگم، شکیل اونیل و لبون جیمز و آنتونی دیویس هم خیلی بازیشون رو میبینم. یعنی چه بازیکنای نابی میگی باریکلا. خب شما چی؟ شماره لباست هم بگو تا شمیم بشه. من خب شماره اصلیم 23، ولی خب 14 میپوشم تو تیم و... به خاطر ارسلان کاظمی و سمون جواب خودم. هم اون و همین که حالا خب خودم هم عدد 14 رو دوست دارم، حالا به غیر از 23، و تو این مدت بازی کردم واقعا خب با 14 خاطرات خوبی ساختم واسه همین. یعنی یه جورایی مثلا باید خوششانسی آورد. آره بله. آها خب شما چی شمیم؟ بچه هر وقت شمیم وز شد من میرم از اون سوال میپرسم، اصلا اگه نمیدونم چی کار کنم الان. باز رفت الان. نه واقعا نمیدونم چی کار کنم دیگه، میرم میاد. خب تا حالا مصدوم شدین؟ بله زیاد. بالا مرسا مصدوم شد، یعنی جفتمون یه جورایی از ناحیه مچ پا آسیب دیدیم، اما خب من زودتر این اتفاق واسم پیش اومد و یکی از بدشانسیام این بود که در واقع سر کشوری مشکل برای من پیش اومد، اما خب خدا رو شکر زیاد تو خود بازی ها اذیتم نکرد و تونستم بازی کنم، اما میگم حالا یه سری درد سر رو داشت. نمیدونم چرا بچه ها این سنی اینقدر مصدوم میشن. قبل از این که من از شما بپرسم، مرسی، من برم سراغ شمیم. سه تا سوال عقبه. سوال رو شما حفظ کردی، جواباش هم با خودت مرور کردی، بگو. اولیش اینه که اصلا هیچ هنری غیر بسکتبال ندارم، همه هنرم تو بسکتبالم. دومی چی بود؟ بیا یادش رو پرسیدم که پوزیشنتون رو پرسیدم، قدتون رو و شماره لباس. قدم 1.79-1.80 این دوتا، و اینکه از این شما... دوتا بلندتری؟ چی؟ از این دوتا بلندتری؟ بله. خب رسم بعد اینکه شماره من 9، ولی به خاطر اینکه همیشه من از همه کوچیکترم اون پیش نمیاد که زیاد 9 بپوشم، واسه همین 24 به خاطر کوبی. نمیرم داستان کوبیو که شما می نویسید، شما لباسش که شما کل رنگ کوبی. کوبی عالیه، خدا بیامرز، خدا بیامرز، خدا بیامرز عزیزم. خب سوال بعدی راجع مصدومیت بود، کجا رفت دخترکش همین دوربین؟ راجب مصدومیت پرس. شمیم جان بگو. من تا بال خدا رو مصدومیتی ندارم، اصلا هیچ گونه حتی مرزش هم نبوده. خدا اینشالله شب مصدوم نشی. شما چی؟ مرسا؟ من دل مچ پام پیش خورد، بعد با فیزیوتراپی و لیزر کامل درمان کردم، من هیچ مشکلی ندارم، تبی ندارم الان. بچه ها پدر مادرتون میان سر تمریناتتون؟ البته الان که دیگه کرونا و داستانش فرق میکنه، ولی کلا تالو شده بیان سر تمریناتتون؟ بعد مثلا شما هیجانی بشین یه سه امتیازی بزنین و کارتون رو خط باشه دو امتیازی باشه؟ خیلی چه حسی بهتون دست داده؟ بگو آریانا سان. مادرم اومده سر
مسابقاتم بهترین بازیمو کردم، یعنی یه انرژی من بهترین خیلی خوبه، یعنی انگیزه گرفتی و بهترین خودت بودی. خیلی خوبه. شما چی آریانا؟ من خب پیش اومده ولی زیاد نه، یعنی من خودم اینجوری هم که حالا نمیدونم بخاطر اون هیجان است یا حالا هول شدن است، ولی خب میگم که حداقل امکان زیاد نیان و چون حالا میگم هول میشم و خب زیاد همش فکرم اون طرفه و خب من ترجیحاً که حالا فکرمو بذارم تو خود بازی و خب بیشتر دقت کنم، ولی خب آره پیش اومده که بیان و اتفاقات خوبی هم افتاده اتفاقا، ولی خب میگم ترجیحم اینه که نیان تا حواسم کاملا توی زمین باشه. خب بعد من یه سوال دارم، دو روزه که شما برید تو لیگ برتر، بازی هم که حالا از امسال خدا رو شکر پخش شد، بعد سال آینده هم که ایشالله پخش میشه، بعد اون موقع استرس نمیگیری مادرت داره نگاه میکنه از تو خونه؟ نه تو تلویزیون، تو تلویزیون لایف باشه اونطوری نه، ولی خب حضورش تو میدونن که حالا ولی آره یه اونیت به در مادر نباشن استرس میگیری. خب شما چی شمیم تا نرفتی؟ راستش مامان من خیلی دوست داره، یعنی مامان من اگه یکم مثلا بهش بگی و اینا حتی کشوری هم پا میشه میاد، در این حد علاقه داره، ولی خب از اونجایی که من یکم از اینام که حواسم پرت میشه، یعنی نمیتونم تمرکز کنم واسه همین نمیذارم زیاد، ولی دقیقا همین پیش اومده که یه سه زیبا بهش تقدیم کردم. عزیزم چه خوب میشه استرس اینه دارم که پام رو خط باشه. فقط مثل این که مرسا اصلا استرسی نمیشه. شمیم و آریانا یکم من کلن از بچگی سر هر مسابقه داشتم دوست داشتم مامانم باشه، یعنی وقتی که بود حس میکردم یکی غیر از بچه دوباره رفتی؟ هستش، مشوقم هستش. ولی خب شمی مادر سر مسابقات بردرت هم اینجا بردر تو چه رده بازی میکنه و چند سالش این هم بگو به ما. راستش بردر من از سن خیلی کم شروع کرد، دقیقا نمیدونم چه سنی، ولی خیلی کم شروع کرد از مدارس استعدادیابی شد، بعد خیلی حرفه‌ای بازی میکرد و تصمیم به این شد واسه اردو ملی انتخاب شد و یه تیم تو تهران خواستنش و اینا. ما یه سال به خاطر داداشم رفتیم تهران زندگی میکردیم تهران یک سال. آره عجب. بعد داداشم به خاطر درس کنکور و اینا دیگه دوباره نقل مکان کردیم اومدیم رشت. کلن تو رفت آمد بود. با داداشت چه پستی بازی میکنه؟ سوالا رو شمی برادرت چه پستی بازی میکنه؟ جان دوباره ببخشید برادرت چه پستی بازی میکنه؟ برادر بیشتر 3-4 بازی میکنه، پاور فوروارد عین خود من. و با هم بازی میکنیم مثلا بریم استریت بازی کنیم کل کنیم. بچه های اینترنت امشب واقعا من واقعا من رو عصبی کرده. عاشق آریانا اول تیرو تار تا آخرم تیرو با چهره شو ندیدیم. خب پرسیدم شمیم که مثلا استریت بازی میکنی با بردت بعد کل کنید با هم دیگه؟
استریت نه زیاد، ولی ما پایین خونمون حلقه بسکتبال و اینا داریم. بعد مثلا مخصوصا تو دوران قرنطینه مثلا پیش می اومد بریم با هم دیگه بازی کنیم و اینا. بسکتبال رو بردین خونتون دیگه اصلا دیگه؟ اگه باشگاه آره. بسته نشه شما کار نداریم. اینجا رو خوب باشه. وضعیت بسکتبال توی رشت چجوریه؟ داریم پیشرفت میکنیم، کل رشت و گیلان همه داره تمرین ها بروزتر میشه، کل همه چی خیلی داره بهتر میشه. نسبت به من نظرم همینه، یعنی خب ما تو گیلان شده یه سری پیشرفت ها هستیم و خب گیلان هم خب همطور که میدونیم یه سری پتانسیل ها داره، یعنی قابلیت اینو داره که حالا بخواد بازیکن خیلی خوبی ارائه بده، اما خب حالا به خاطر یه سری از شرایط ها، حالا نبوده اسپانسر یا حالا میگم مثل این شرایط ها هست که حالا جلوی این اتفاق رو میگیره. اما خب هیئت ما هم خب خیلی کار کرده برای ما، یعنی خب همین لیگ استانی که برگزار شده یا مسابقاتی که برگزار میشه به ما این اجازه رو میده که حالا ما تجربه کسب کنیم از طریق این بازی ها. اما خب میگم یه سری شرایط ها هست که مانع این میشه که حالا گیلان بخواد اونطور که باید پیشرفت کنه و اینا یه سری مشکلات هست که حالا به امید خدا شلو برطرف بشه ایشالله. نظر شما چیه؟ خانم شمیم ببخشید من حواسم به کلاس درسم بود. پرسیدم که وضعیت بسکتبال توی رشت جتون. بچه ها لایو امار بسکتبال کلن همه یه شهر رو پوشش میده و در واقع تیم ما داره کار میکنه که یه شهر هم باقی نمونه که بچه ها نیان توی لایو. به خاطر من دوست دارم بدونم که شرایط بسکتبال توی شهرهای دیگه به چه صورته. شمی دور تکرار خب بریم سراغ سوال بعدی. بهترین و بدترین خاطره که داشتیم بگو آریانا. یا تو بگو مرسا فرق نه. آریانا شروع کن. اوکی برای من خب بهترین اتفاق در واقع حالا همین اینکه با هم میریم حالا مسابقات و حالا خاطرهایی که با هم میسازیم و حالا از بردامون از همه چی، و خب اینا برای من خاطرات شیرینیه. اما خاطرات بد، من معصومیتم خاطره حالا نه اونقدر بد، یعنی چون میگم حالا خودم کشون کشون به قول معروف لنگ لنگان خودم میرسوندم به تیم، ولی خب اون برای من یه اتفاق گواری بود و ناراحت کننده ای بود که پیش اومد برای من و اون میشه گفت بدترین خاطره من بود. همه بازیکنام اکثرا تو اینستا بدترین خاطره شون مصدومیتشونه و امیدوارم که شخ مصوم نشین چون خیلی بده. خب مهرسا شما بگو عزیزم. مهرسا صدامو داری؟ شانس من صدای منو داری؟ تو بگو شمیم. تا من راستش بدترین خاطرم اینه که مثلا الان دوباره رشت قرمز شده باشگاه جانم. داشتی میگفت اینترنت قطع. الان من بگم بگین بگین اینترنت هرکی اینترنت خوبه اون بگه. هر دفعه اعلام میکنم باشگاه تعطیل میشه و اینا، فکرم که از بدترین. حتی شما که بسکتبال بردی خونه، حلقه پایینه.
نه ولی بالاخره سالون دیگه است، یه عشق و علاقه دیگه است. آره یه بهترین خاطرم هم این داشتن یه همچین خانواده خوبی، انقدر صمیمیت بینمون، داشتن همچین مربی خوبی، یکی از بنظرم بهترین اتفاقه برای منه. عزیزم واقعا همطوری هست، شکرگزار چیزایی داری. بله من بیارم مرسا رو. آره مرسا بچه ها بمونید با من تا یه تا یه 5 دقیقه دیگه با من بمونید و من ممنون میشم. خب آریان شما چیزی داشتی میگفتی عزیزم؟ میگم که شمیم واقعا درست میگه و اینکه ما حالا برای هم واقعا مثل خانواده میمونیم، یعنی یه جورایی به هم کمک میکنیم و خب خیلی از من یه پوینت مثبتی از توی تیم که حالا واقعا یه جورایی باعث میشه که ما به هم نزدیکتر بشیم و صمیمیت بیشتری داشته باشیم. خیلی خوبه. خب مهرسا جان سوالو که متوجه کنم. آره بله تو عمرم اینقدر سوال یه سوال چند بار تکرار نکرده بودم. بگو عزیزم. بهترین خاطرم کلن هر روزی که با بچه ها با خانم روشنیم، واسه من یه خاطره خیلی خوبه تمرین کردم با همچین تیم خوبی و همچین مربی خوبی. ولی همیشه 4 ماه قرنطینه ای که پیش اومد و یادم نمیره و یه خاطره خیلی خوبی تو ذهنم از تلاش کردن خودم میمونه. اینکه موقعی که قرنطینه شد، هفته اول من اینجوری بود که گفتم برم حالا یه دریبلی بزنم. هفته دیگه بالاخره همون بهمن بود فکر کنم ما قرنطینه خوردیم تا 4 ماه، اما هفته اول که قرنطینه بود گفتم که حالا برم 4 تا دریبل بزنم از هفته دیگه باشگاه باز میشه و اینا. همینجوری ما تو حیاتمون حلقه بسکتبال هم داریم و اینا. بعد حلقه میمونه همتون بچه ها حلقه بسکتبال دارین؟ شما هم داری آریه؟ ما نه، ولی خب قراره که نصب کنیم به زودی ایشالله. من هم دارم راستش، لازمه من هم که بازی نمی کنم. خب بله اینجوری بودش که همجوری از حرکات ساده شروع کردم و دریبلینگای ساده شروع کردم و اینا. تو اینستا رفتم گشتم، تو گوگل رفتم گشتم، حرکات سخت رو پیدا کردم و تونستم تو این 4 ماه دریبلینگم رو خیلی خوب کنم. یعنی به عنوان یه پوینت گارد واقعا مهمه که وقتی داره بازیکن رو رد میکنه و حالا به سانتر پاس بده یا خودش بره نفوذ کنه، دریبلینگ خوبی داشته باشه. و خدا رو شکر تونستم این کار واسه خودم انجام بدم و هنوزم دارم نتیجه اون 4 ماه تلاشم رو میبینم و امیدوارم که بیشتر بتونم تلاش کنم سر دریبلینگ و اینا. آفرین که از تهدیدا به عنوان فرصت استفاده کردی، عالیه. یعنی کار درست رو تو انجام دادی. در واقع آدم های باهوش این کار رو انجام میدن، نه اینکه حالا بگن کرونا شده بزنیم تو سر خودمون چی کار کنیم چی کار نکنیم. استفاده کردی از وقتت. آفرین شمیم رفت دوباره. من چی کار کنم؟ خیلی خوب بچه ها، من واقعا به تک تکتون افتخار میکنم و خیلی از این بابت خوشحالم که توی همه شهرها ما انقدر بسکتبالیست با انگیزه داریم که تو شهر خودشون دارن با انگیزه کار میکنن، حتی حلقه رو آوردن خونهشون تمرین میکنن. خیلی واقعا خیلی کار خوبیه و من مطمئنم که شما ها یه روزی یه بسکتبالیست خیلی خفن میشین، میرین دیگه برتر تیم ملی، بازی بین‌المللی، دیگه واقعا چی بهتر از این. از آرزوهاتونم برام بگین که دوست دارین سقف آرزوهاتون در واقع تو بسکتبال چیه؟ دوتا هم رفتن دیگه، فقط تو موندی. خب من میگم بعد آرزوم. آریانا که نرفته بود از اول رفت. خب بگو شما تا من دوتا رو بیارم.
من واقعا یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که یه حداقل یه بازی توی آمریکا داشته باشم، یه تمرین یا یه بازی. واقعا خیلی دوست دارم هم نوع بازی، یعنی بازیکناشون رو واقعا دوست دارم. حتی من بیشتر بازیکنایی که هم سن ما هن، یعنی بازی های کالجشون رو میبینم و واقعا عاشق سبک بازیشون. با این انگیزه که تو داری من مطمئنم که میرسی به هدفت. آیا نه چشت زدم ما تازه الان داریم چهره زیبای شما رو میبینیم. اصلا من نمیدونم چی شد، یعنی رفتم من مرسی شدم چند بار، یعنی خوب بودم و یهو بیرون شدم. نمیدونم خدا، فقط لایو من در واقع فقط اینترنت من اینترنت همگانیه. خب آریانا، من پرسیدم که سقف آرزوهاتون توی بسکتبال. خب برای من برای خودم، خب اول هدفمو در واقع رتبه بندی میکنم. فعلا هدف من اینه که بتونم حالا به سطح ملی برسم و هدف بعدی اینه که بتونم واقعا تو کالج هم بتونم بازی کنم، حالا کالج آمریکا یا کانادا، واقعا چون خودم خیلی دوست دارم، یا بازی های بین دانشگاهیشون، و حالا ایشالله به اون درجات برسیم. ایشالله به هر حال تو این سن همچین هدفهایی داریم، من مطمئنم که بهش میرسیم. مخصوصا که داریم براش تلاش هم میکنیم، نیست که فقط نشسته باشیم، براش داریم تلاش هم میکنیم. مرسا، ریکوست دادم بهت، ویتینگ فور مرسا. چی بود؟ میرشکار. چرا اینترنت امشب اینجوری شد؟ میفکرم شانس ما اینطوری. شانس؟ شانس منه، شانس منه که مهمونم اینجوری شدم. بذار مرسا بیاد. مرسا نتونست بیاد. بذار بایستین بچه ها، من امشب دو تا لایو دیگه هم دارم بعد از شما، باز هم بای رشت هستن، پسرای رشت، بعد از پسرای رشت پسرای سنندج. چقدر واقعا من خوشحالم و افتخار میکنم به این موضوع که تک تک شهرها رو ما پوشش میدیم. مرسا بهت ریکوست دادم. ببینیم مرسا میاد. انا فقط شمیم. آریان شما هستی؟ بله هستی. خیلی خب ببینیم مرسا میاد یا نه. بچه ها مرسی که اومدین، واقعا مرسی که دعوت منو پذیرفتین. صحبت های پایانیتون. من فکر کردم من نیستم. نه تو هست، انقدر رفتی اومدی الان دیگه تمامه که نیستی زدی. خب مرسا من دوباره بهت ریکوست دادم. مرسی که من ریکوست دادم. بله ببخشید اینترنت خیلی زدی. خواهش میکنم. مرسا من پرسیدم که سقف آرزوهاتون رو پرسیدم توی بسکتبال. من خب قبل از اینکه این سوال بپرسیم وقت نشد بگم من علاقه زیادی به بازی سه به سه دارم، یعنی واقعا دوست دارم که توی در سوالا رو داشتی سوالا رو داشت. معلومه شبای قبل نگاه میکرد فکر کردی من اون سوالا رو میپرسم. بعد کلن خیلی بازی سه به سه رو دوست دارم، یعنی واقعا هر لحظهش واسم لذت بخشه. درسته پنج به پنج هم خیلی دوست دارم، ولی اون ده دقیقه بازی سه به سه یه جوری به هم میچسبه واقعا و لذت بخشه واسم، که واقعا دوست دارم در آینده توی سه به سه بتونم موفقیت زیادی کسب کنم. ایشالا رنگ یک بیاری بالای بالا تاپ باشی. خب از آرزوت هم که، یعنی آرزوت همینه دیگه درسته؟ یا بله. صحبت های پایانیتون بچه ها.
مرسو میخوای تو اول شروع کن. صحبت پایانیم اینه که اول تشکر میکنم از شما بابت لایوتون و همه کسایی که تماشا کردین، مرسی، ممنون واقعا. و این که میخواستم تو صحبت های پایانی بگم که ایشالله واقعا توی کشورمون بانوان در هر رشته بیشتر دیده بشن، نه تنها بسکتبال، در هر رشته بیشتر جای مانو داشته باشیم و بتونیم خودمون رو بیشتر نشون بدیم، چون واقعا پتانسیل های زیادی داریم هممون، مخصوصا توی گیلان. و اینکه قطعا با تلاش زیادتر هممون به موفقیت های بالا برسیم. ایشالله عزیزم، منم مطمئنم. آریانا جان شما بگو، من دوباره شمری، من هر دو دقیقه دارم یکی تو رو میارم. بگو عزیزم. آریانا من اول از شما تشکر میکنم بابت این لایوی که حالا برگزار کردیم و اینکه حالا هر استان یه سری از بچه ها میان بالا و صحبتاشون رو میگن و همونطور که مرسا گفت ایشالله واقعا بسکتبال کشورمون رو توی سطح خیلی خوب ببینیم تو روزهای آینده، تو این سالهای آینده، و همینطور ایشالله به مشکلات گیلان رسیدگی بشه. و واقعا چون میگم حالا گیلان استانی هستش که واقعا پتانسیل خوبی داره و ایشالله گیلان خیلی پیشرفت چشمگیرتری داشته باشه و سطحش بیاد بالاتر و سلامتی رو برای همه واقعا آرزو میکنم تو این روزهای حساس، تو این شرایط واقعا کرونایی قرمز و پر از مصدومیت یه جورایی عزیزم. و ایشالا سال خوبی باشه برای همه. مرسی از آرزوهای قشنگت، بهترین آرزوها رو کردی برای همه. شمین جان، شمین دوباره، شمین شمین حرف پایانی تو به نظر من کامنت کن. شمین هستم. آره هستی، بگو. هیچی، من همینو میتونم بگم که ممنونم از این که شما ما رو دعوت کردین و این فرصت رو دارین میدین که بچه‌هایی که پایین 18 سال هم بتونن خودشون نشون بدن، شاید ما رو هممون رو یه پله به هدفمون نزدیک کنه. و اینکه ممنون بابت مربیمون واقعا که همینجوری برمون تلاش میکنن. و ایشالله که زود زود ما تو سوپر لیگ بازی کنیم، شما بازی ما رو گزارش کنیم، خیلی زود، خیلی زود، و اعتماد کنن مربی. ایشالله ایشالله که به زودی میایین تو سوپر لیگ. ایشالله امسال ساله بعد اتفاقای خیلی خوب براتون بیفته و به دونه دونه از آرزوهاتون برسین. بچه ها مرسی، مرسی، خیلی لطف کردین، خیلی مرغم. مرسی از شما. مرسی از شما. نباشین. مرسی. خدافظ. خدافظ. آها بچه ها، من یه سوال نکردم. رفتم. من یه سوال نکردم. اینقدر آرزوهاتون قشنگ بود، من غرق آرزوهاتون بودم. خواستم بگم که کیو دوست دارین که به لایومون دعوت کنید؟ شما بگو وقتی که گفتی، بعد اسکرین شات بگیر، بعد دوستتو تک کن، ام آر بسکتبال هم تک کن. تا شما داری میگی من این دوتا دوست دیگه هم بیارم اگه نرفته باشن. اسمشونو بگم الان؟ بگو. از من پرند سالهی نجات، تارا اردلان، اینا رو دعوت میکنم. الان اسکری نگیری یا من زومم؟ شمیم. خب دوتا رو آوردم. یه بار دیگه بگو اسم دوستاتو. پرند صالحی نژاد و تارا اردلان. خب بذار بچه ها بیان اسکرینش. خب آریانا، سوالم رو دیدی چی بود؟ بله. خب من
محک علیزاده دوست خوبم رو دعوت میکنم و امیدوارم که اونم مصومیتش، حالا مصومیت جدی نداره ولی خب زود خوب میشه البته محک، ولی خب اونو دعوت میکنم که بیاد و اتفاقات خوب بر شرم بخوره انشالله. آخ چه شمی من اومد شمی سریع بگو دعوت کنی بعد سریع اسکرینشات رو الان بگی تا قطع نشدیم سب کنیم بگیم یکی تو نگیره گرفتی خب کیا بله هر کی که دوست داری که تو این لایو باشه خب بگم جان کیا رو تا الان گفتن بچه دوستات گفتن دیگه بگیر اسمشون رو اسمم که مدت خیلی سخت شده بگو من شماره هاشون رو من نیلوفر نیلوفر کیابی خب شما اسکرینشات رو که گرفتین بعد میاین تگ میکنین هم ام آر بسکتبال رو منم تگ کنین دوستاتون هم تگ کنین من از همینجا که دعوتشون میکنم و اینکه باشون هم تماس میگیرم مرسی بچه ها مرسی لطف کردیم خداحافظ 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 مرسی که همراه ما بودین ما بریم ساعت 9 برگردیم باز هم با شهر رشت همراه هستیم این بابا پسر